الحمد لله كما ينبغي لجلال وجه الله ولعظيم سلطان الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أولياء الله خيار خلق الله من بعد أنبياء الله السلام عليكم نحو جنابكم فإن سلامي لا يليق ببابكم به نام آن که بر ما عقل و دین داد به نام آن که بر ما عقل و دین داد به ما توفیق خیری این چنین داد خدایا تو را سپاسگزاریم خدایا هرچه داریم از تو داریم خدایا هرچه داریم از تو داریم به جز تو از کسی چیزی نداریم به ما بخشیده ای هر گونه نعمت به ما هرگز نشاید از تو غفلت که غفلت از تو نامردی و جهل است خدایا که غفلت از تو نامردی و جهل است خلاف دین و هم وجدان و عقل است تمام هستی ما از برایت خدایا تمام هستی ما از برایت تن و جان و روان ما فدایت خوش آن هستی که در راحت فنا شد خوش آن جانی که در عشقت فدا شد خوش آن چشمی که در راحت شود کور خوش آن جسمی که در عشق تو رنجور تو ای خلاق عالم داد ما رس تو ای فریاد رس فریاد ما رس به جز تو در دو عالم داد رس نیست خدایا به جز تو در دو عالم داد رس نیست به غیر از تو کسی فریاد رس نیست تمام خلق عالم بر تو محتاج تو را عفو و عطا رسم است و منهاج درود و هم سلام بی نهایت بباران تو بران ختم رسالت به آل و صحب آن فخر دو عالم همیشه هر زمان هر آن دمادم بعد از حمد و ثنا و صلوات و دعا عراویز این بنده خدا در بیان جایگاه صحابه عظیم و شأن رسول خدا علیه الصلوات و السلام و جلوه هایی از عدالت خلفاء راشدین رضوان الله علیهم اجمعین است لکن قبل از این بیان لازم می دانم از مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه تشکر و قدردانی کنم که در دیدار روز مبعث و اسراء و معراج فرمایشاتی بسیار لازم و وحدت آفرین و سازنده را بیان فرمودند
بخش عظیمی از فرمایشات معظم الله معطوف بر این حقیقت بود که پیامبر عظیم الشأن اسلام در طول 23 سال نبوت خود بر روی تک تک اصحاب و یاران خودش کار کرد و تک تک آنان را تزکیه فرمود و تعلیم و تربیت داد و قلوب ایشان را با نور ایمان منور ساخت، به آنان علم و حکمت آموخت و از یک ملت پراکنده و گمراه ملتی متحد و قدرتمند ساخت. بنده منظومه ای را که در بیان جایگاه صحابه و شخصیت خلفاء راشدین سروده بودم اکنون به حضور شریف حضرات تقدیم می دارم و انشاءالله مورد توجه قرار خواهد گرفت. بشنو از من مدح اصحاب نبی، بشنو از من مدح اصحاب نبی، مدح بوبکر و عمر، عثمان، علی، آل و اصحاب نبی الحق عدول، جمله شاگردان مقبول رسول. مدحشان کرده خدا در 3 کتاب، مدحشان کرده خدا در 3 کتاب. ذم ایشان ناحق است و ناسواب. مدحشان کرده خدا و هم رسول، هم علی مرتضی زوج بتول، هم خدا راضی از ایشان، هم نبی، هم مسلمانان عالم، هم علی. آل و اصحاب نبی با هم رفیق، مهربان و خیرخواه و هم شفیق. سروران عزیزان، همه این جملات و عبارات و مصرع و ابیات از قرآن گرفته شده است که به واسطه ضیق وقت همه را نمیتونیم به عرض برسانیم. آل و اصحاب نبی با هم رفیق، مهربان و خیرخواه و هم شفیق. رحما و بینهم در وصفشان، رحما و بینهم در وصفشان، خیر امت گفته حق در مدحشان. من چه بگویم؟ مؤمنان واقعی ایشان بودند، زان سبب پیروز و هم ناجی شدند. آن که عرض کردم خداوند در 3 کتاب آسمانی از صحابه رسول خدا علیهم الصلوات و السلام مدح کرده در قرآن کریم آمده است. اونجا که می فرماید محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التورات. یعنی این تعریفات از یاران رسول خدا در کتاب حضرت عیسی تورات آمده است. و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه و آذره فاستغلظ و استوى علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. قبل از اینکه این بزرگان
این ابرمردان تاریخ قدم به عرصه وجود بگذارند، در تورات حضرت موسی و انجیل حضرت عیسی وصف آنها آمده بوده است به نص صریح قرآن. قرآن می فرماید در حق آن بزرگان: کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. خیر امت، این خیر امت دانشجویان دانشگاه عظیم پیامبر خدا علیه الصلوات و السلام بودند. دانشجویان در دانشگاه چند سال درس می خونند؟ 23 سال